با سلام و عرض ادب خدمت مردم ایران در سراسر جهان، همیهنانم یک بار دیگه به برنامه با هنرمندان از تلویزیون میهن شعبه اسکاندیناوی خوش اومدید. طبق معمول روزهای جمعه، همونطور که در هفته های گذشته هم در خدمتون بودیم، امروز دعوت کردیم از یکی از نام‌آورترین و یکی از دوست داشتنی ترین خواننده های و هنرمندان ایران، خانم شیفته نازنین، که امروز در خدمت مردم ایران به هنرنمایی خواهد پرداخت. در کنار من امروز خانم مینا ابراهیمی نیز هست، یکی از مجریان تلویزیون میهن، که با هم این برنامه رو خواهیم دید. من از همینجا به خانم شیفته در درجه اول خوش آمد میگم. به تلویزیون میهن خیلی خوش اومدید شیفته عزیز. تشکر میکنم نوید بسیار عزیز، درود میفرستم به شما نازنین و همچنین درود میفرستم به خانم مینای ابراهیمی بسیار عزیز و جناب سعید بهبهانی گرامی و به همه هممیهنان عزیزم در سرتاسر دنیا، و خیلی ممنون هستم که از من امروز دعوت کردید و گشایش تلویزیون میهن رو تبریک میگم و خوشحالم که از این طریق و از این کانال با مردم نازنینم میتونم تماس برقرار بکنم. تشکر میکنم شیفته جون، واقعا خوش اومدی و افتخار دادی که در تلویزیون میهن حضور داری. البته همونطور که خودت میدونی، مردم ایران اطلاع ندارن، شیفته همیشه در کنار برنامه های فرهنگی ما بوده از سالها پیش، ولی با تمام افتادگی، با توجه به اینکه یکی از نزدیکترین همکاران و یکی از نزدیکترین یاران برنامه های فرهنگی ما بوده، همیشه خیلی مهربانانه در برنامه های ما دیگران رو پیش انداخته و خودش رو عقبتر نگه داشته و در برنامه ما شرکت نکرده، ولی دیگه این دفعه مجبورش کردیم که حتما بایستی خودش اینجا بیاد در کنار ما و خدمت شما ارشد به خونه های مردم ایران در این روز جمعه بریم. در کنار خانم شیفته امروز یکی از همکاران عزیزم خانم مینا ابراهیمی رو داریم. خانم مینا ابراهیمی همیشه باز در کنار من در کنار کارهای فرهنگی من بودن، مقدمه های دیوان های اشعار من که در 1250 صفحه منتشر شده توسط خانم مینا ابراهیمی نوشته شده و با کمک رفقا و دوستان دیگه. امروز خانم مینا ابراهیمی نیز در کنار من کار خواهند کرد و به ایشون خوش آمد میگم. مینا جون به تلویزیون میهن خیلی خوش اومدید. ممنونم، درود بر شما استاد اخگر و درود بر شیفته عزیز، مهمون برنامه امشب با هنرمندان و آقای بهبهانی گرامی. خیلی خوشحالم که تو جمع شما عزیزان هستم و ممنونم، امیدوارم در آینده همکاری خیلی بیشتری با هم داشته باشیم. تشکر میکنم. من تصویر شما رو ندارم مینه عزیز، لطف بکنید که یک طوری با دوربینتون وصل بشید. برای ابتدای برنامه در نظر گرفتیم یکی از ترانه های بسیار زیبای شیفته عزیز رو که یکی از غزل های من رو روش گذاشتن، آقای کیارخ معالی و دکلمه ایشون هست، یکی از عاشقانه ترین ترانه های شیفته عزیز که ابتدا خونده شده و بعد از اون آقای معین این ترانه رو اجرا کردن، امروز تقدیم حضور بینندگان تلویزیون میهن خواهد شد و باز میگردیم به استودیو برای یک ساعت صحبت با شیفته عزیزمون در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران. میشنویم ترانه خانم شیفته رو و دکلمه آقای معالی با غزل من، بفرمایید. لبهایت جوتر در جان من قوها، لبهایت جوتر در جان من قوها. گفتی که دریا چون کند قوها در این ساحل کند،
گفتم که چشمم هر دو شب خونین دلی رسوا کند. گفتی که ابر دیدم سامان بی سامان کند. صفا کردم که از یادم بری، دیدم نمیشه آخه عشق یه عاشق، با ندیدن هم نمیشه غم دور از تو موندن، یه بی بالو پرندن نرفت از یاد من عشق، سفر عاشق ترم کرد هنوز پیش مرگتم من، بمیرم تا نمیری خوشم با خاطراتم، اینا از من نگیری. گفتم اگر آیی بگو تا جان شیدار آن کنم. گفتی چه بیتابم کنی شیرین چون صدا کنم. تو رو دیدم تو بارون، دل دریا تو بودی، تو موج سبز سبز تن صحرا تو بودی، نشو با من غریبه مثل نامه ربونا، بنا گردون چشمان گفتم که ناز سینه‌ات در شعر اخگر این کند. گفتی که مال خود بدان شکر بکندو آن کند. گفتم که تب در جان من جانانه با من آن کند. گفتی تب عشقش بدان بی عشق شعرم چون کند. گفتم چرا رفتی سفر؟ گفتم چرا رفتی سفر؟ با خون دل دل چون کنم؟ گفتا اگر رفتی سفر گو اخگرت همراه کن. با تشکر از شیفته عزیزمون و این ترانه بسیار قشنگش که واقعا وقتی که من میشنمم همیشه بهترین احساسات به جونم میریزه، و تشکر از واقعا استاد دکلمه آقای معالی عزیز که اینقدر زحمت میکشن و بر روی این ویدیو کلیپ ها غزل های من رو میذارن. امروز همونطور که گفتیم در کنار ما به غیر از خانم شیفته، خانم مینا ابراهیمی هستن که همیشه یار و همکار من در بارهای ادبی بودن. همونطور گفتم 5 جلد یا 5 دیوان غزلیات من
در 1250 سفر رو خانم مینا ابراهیمی مقدمه نویسی کردن و تحویل جامعه ادبی ایران دادن. خانم مینا ابراهیمی فوق لیسانس کلیماتولوژی در هواشناسی هستن و امروز در کشور هلند زندگی میکنن. مینا جون، من میکروفون در اختیار شما میذارم و برنامه در اختیار شما، بفرمایید. ممنونم استاد، ترانه بسیار زیبای شیفته گرامی رو گوش کردیم. یه توضیح کوچیکی بدم که این ترانه اول توسط شیفته جان اجرا شد و 3 سال بعد توسط آقای معین و خواننده‌های دیگر اجرا شد. یک بیوگرافی شیفته عزیز از خودتون بگید و اینکه چه زمانی وارد حیطه هنری شدید. بله اول از که تشکر میکنم از جناب نوید اخگر همچنین برای غزلی که روی این آهنگ گذاشتن، خیلی زیبا بود و با تشکر از آقای کیاروخ معالی که واقعا دکلمشون دلنشین هستش و درود مجدد به شما نازنین مینای عزیزم. خوانندگی رو بارا راستش بخواهیم، من از بچگی از 3 سالگی مادرم میگه که میخوندم قبل از که حتی تکلم بکنم، این در ذات و در خون من بود و همیشه تشکیل میکنه که مثل یک پرنده میپریدی از این سکو به اون روی اون میز روی صندلی میجهیدی و میخوندی و خیلی اکسایتد میشدی وقتی که موزیک میشنویدی و زود یاد میگرفتم ملودی ها رو. و یکی از مشوقین جدی من خالم بودش که ایشون هم صدای بسیار بسیار خوب و با وسعتی داشتن و منو آشنا کردن با آهنگ های روز اون زمان و کم کم با تشویق دوستان و اعضای دیگه فامیل و مدرسه همکلاسی ها بیشتر من آهنگ های بیشتری رو میخوندم و در خانواده ما مرتب موزیک شنیده میشد. و تا اینکه تصمیم گرفتم که به آمریکا بیام و در دانشگاه روزولت که یکی از مدارس بسیار خوب در رشته موسیقی و بزینس هستش، اونجا تصمیم گرفتم که موسیقی رو ادامه بدم در رشته موسیقی کلاسیک، صدا، سوپرانو، وکال و همچنین اقتصاد. اونجا در شهر شیکاگو دنباله گرفتم دنباله این رشته رو و به موازات اون کارهای ضبط صدا اینها رو هم انجام میدادم و از شیکاگو می آمدم به لس آنجلس و با آهنگسازان و شعرهای خوب و معروف اون لس آنجلس کار میکردم، از قبیل آقای جانبخش پازوکی، آقای زولان، آقای شمایزاده و همینطور ادامه پیدا کرد. و به خصوص که طوری شد که مسئله موزایدهایی که در ایران اتفاق افتاد باعث شد که من یه مقدار سبک پیدا بکنم تو در مسیر کارای هنریم و ادامه بدم اون کارمو با محتوای سیاسی، ملی و حماسی. شما شیفت جان از معدود هنرمندان کشور ما هستید که از درد درون جامعه سخن میگه. ترانه های شما بیشتر برای قوانین تبعیض آمیزی که هست که در داخل کشور ما هست، حجاب اجباری، اعدام، شکنجه و واقعا در واقع میشه گفت سبک شما یک سبک روشنگری ادبی سیاسی هست. سوال من این هستش که چرا این سبک رو انتخاب کردید و این سبک چقدر در جریان روشنگری در داخل جامعه ما میتونه مؤثر باشه؟ بله، راستش یعنی طوری شد که من اصلا از ابتدا من همیشه به هنر و به خصوص خب من در رشته موسیقیش هستم، همیشه به عنوان یک وسیله اصلا روشنگری نگاه کردم به این قضیه و یک ابزاری برای من بوده که بتونم خواسته های اجتماع، آرزوهاش، مسائلش، آرمان های اجتماع، مشکلاتش رو
به این وسیله بتونم بیان بکنم. و من فکر میکنم که به خاطر اینکه خب بالاخره به این قشر اجتماع که هنرمندا هستن و اینا و از قبیل خواننده، شاعر، نویسنده، موزیسین، همه اینها اگر که بخوان تعهد و رسالتی داشته باشن باید اون محتوای کارشون هماهنگی داشته باشه با مسائل جامعهشون و 100% استفاده از محتواهای اجتماعی و سیاسی میتونه افشاگری و روشنگری بسیار قوی داشته باشه برای اجتماع. در رابطه با این مسئله من خواستم بگم که شیفته جون واقعا یکی از معدود هنرمندان بانوی ما در ایران هستن که بسیار شجاعانه در این عرصه وارد شدن. خیلی ها هستن که این دو مقوله سیاست و فرهنگ رو از همدیگه جدا میکنن یا وارد مقولات سیاسی نمیشن یا تنها خواستشون این هست که به مسائل به اصطلاح عاشقانه یا فرهنگی بپردازن بدون اینکه بعد مسائل سیاسی بهشون بخوره. ولی خانم شیفته واقعا خیلی شجاعانه وارد این صحنه شدن و یکی از نمونه های بسیار بارز شجاعت زنان ایران هست که امروز در مقابل این رژیم جمهوری اسلامی به این صورت دارن مبارزه میکنن. شیفته یک صدای انقلاب زن ایران است. تشکر میکنم. یکی از ترانه های بسیار زیبای شیفته عزیز به نام پشت پای زمانه رو با هم گوش میکنیم. شعر از مسعود آذری و آهنگسازی آقای شمایزاده. تنظیم از نوید نحوی. صدا رو ما نمی‌شنویم آقای بهبانی. کشیدن میذاریم توی این دریا که انگار زندگی رو به فناست. کشتی عمر من و تو کهنه و بینا خداست. چاره اش سکوت و سوختن دیگه نیست، گریه با ماتم گرفتن دیگه نیست.
چپ و بله خوشه عمر منو تو بی خبر بی خبریم چاره اش سکوت و سوختن. رو گوش کردیم. با توجه به این که به انتخابات در داخل کشور نزدیک میشیم و امسال ما یه اتفاقات عجیبی رو داریم میبینیم، آقای رفسنجانی و مشایی وارد صحنه میشن و رد صلاحیت میشن، شیفته جان به نظر شما از لحاظ بین المللی و سیاست داخلی این مسئله رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ بله، البته اینا واقعا هیچ کدومشون همچین دلبرهای زیبارویتری از اونهای دیگه نیستن و از سر تا تن یک کرباس هستن، ولی که اگه بخوام به این رد صلاحیت ایشون یک تجزیه تحلیل بکنیم، در واقع نظام الان در زیر فشار هیولاهای مختلفی هستش، از هیولای جنگ گرفته که جنگ خارجی که الان این مانورایی که مثلا آمریکا میده چراغ سبز نشون میده که اسرائیل خودش میتونه به تنهایی و مستقل حمله بکنه به ایران و نمایشایی که انجام میده و ایران رو به لب پرتگاه میبره و این پیام رو داره میرسونه که در هر لحظه امکان احتمال وقوع یک حادثه بد برای ایران هست. این خودش یه تهدید هستش برای رژیم و نظام و از طرفی اون تحریماتی که باعث فشارهای خیلی اقتصادی شدن بر روی مردم و کل جامعه، باعث بروز یک سری اعتراضات سرتاسری در کل کشور شدن که خود این اعتراضات باعث به وجود آوردن یک فضای خیلی خشم‌آلود شده که حالت یک انفجاری داره و یک فضای انفجار اجتماعی رو به وجود آورده و تمام این عوامل جنگ خارجی، تحریمات خیلی شدید و این فضای انفجاری و انفجار اجتماعی، اینها باعث شده که رژیم نخواد خیلی همچین گشاد رو به اصلاح طلب ها نگاه بکنه و هرچه بیشتر بخواد با اثر سرکوب و انبساط با قضیه برخورد بکنه. بله، و اینها میخوان واقعا کسی رو بیارن که از جنس خودشون باشه و به تمام یعنی در مورد شرع، در مورد قوانین اسلامی پاشون نلغزه، درست مثل خودشون به اسلام نگاه بکنه، هیچ گرایش ایرانی بودن، ایرانی گری، ایرانی گرایی نداشته باشه، اسلام گرایی داشته باشه، با ساختن بمب اتمی طرف موافقت بکنه، بخواد در مقابل این تحریمات شدید در مقابلشون بایسته، با مبارزه بکنه با تحریمات شدید خارج، بخواد با سرکوب، با کشتار موافق باشه و بخواد حتی اون روزنه هایی هم که در گذشته 1% یا 2% امکان داشته که باشه اونها هم ببنده و کاملا هماهنگ باشه با نیروهای خود کل نظام و هیچ اختلافی توش نباشه و برای این اینها میخوان کسی رو بیارن بر مسند قدرت بشونن که از همه این کارها تابعیت بکنه. استاد، به نظر شما رژیم تو این وضعیت در حالت انبساط قرار داره یا انقباض با این وضعیتی که الان داریم تو جامعه میبینیم؟ من تشکر میکنم از شیفته عزیزمون، واقعا حس کردم از این تحلیل عمیق و روشنگرانه سیاسی که ارائه دادن، یعنی تحلیل شیفته جون راه به این میبره که اگر
کوچکترین قدمی در جهت انبساط برداشته بشه، یعنی نفی ولی فقیه، مسئله اتم، مسئله تروریسم بین المللی مخصوصا در لبنان و سوریه و کشورهای خدمت شما رسد خاورمیانه، از طرفی همینطور که گفتم جنبش داخلی و قدرت انفجاری جنبش داخلی در داخل و علاوه تحریم های بین المللی. این تهدیدات همه تهدیداتی است که خود رژیم ساخته برای جامعه ایران و جامعه بین المللی مجبور در مقابل این خدمت شما رسد بیاد فقط علم بکنه و از این تهدیدات جلوگیری بکنه. برای این مسئله شما هر چی نگاه بکنید میگید چرا مشایعی و چرا رفسنجانی آمدن و چرا رفتن. چرایش در این که رژیم میخواد به صورت باز و خیلی بایستی حالت انقباضی خودش حفظ بکنه، همینطور که جیفتیجون گفتن نمیتونه حتی 2% فضایی باز بکنه که بتونه مشائی یا حتی مثلا فرزن موسوی کروبی یا رفسنجانی وارد این گرنم شد. رژیم مجبوره طبق همین شرطی که جیفتیجون توضیح دادن هرچی بیشتر منقبستر برخورد بکنه، ببند خودش رو، سرکوب بکنه، به بمب اتمش بخواد برسه، به تروریسم بین‌المللی در سوریه و لبنان و خدمت شما رسد فلسطین ادامه بده و سرکوب داخلی. این رژیم فقط بایستی با قهر مردمی بیاد پایین، هیچ راه دیگه وجود نداره. ممنونم استاد از نظرتون. میریم اتاق فرمان، یکی از ترانه‌های بسیار زیبا به نام تحریم انتخابات رو گوش میکنیم، شعر از آقای مظفر جهانگیری، و دوباره برمیگردیم ادامه صحبت رو. تشکر میکنم. تشکر. فریب کاره
خندان هم خود چیره شیادی، صد بار فریب خوردی، افسوس که نیاموختی از ما خطا بر ماست، زیرا که چنین سوختی. تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با هم روز اعتصامات را. تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با هم روز اعتصامات را. سیاد دامش نرود از یاد، خندان زلبش گوید مردم بشون آزاد، از قوم خطا پیشه اصلاح طلبی رویست، اصلاح نشود هرکس از ریختن خون شیدان. تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با هم روز اعتصامات را. تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با هم روز اعتصامات را. تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با هم روز اعتصامات را. تحریم کنید مردم انتخابات را، آغاز کنید با من روز انتخابات را. تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با من. ترانه بسیار زیبایی رو با هم گوش کردیم به نام تحریم انتخابات. شیفت جان، ما میبینیم که حدود 35 سال هست حدودن که رژیم داره حکومت میکنه، سرکوب میکنه، کشتار، ترورهای داخلی و بین‌المللی. چطور هستش که اسلام نهادینه شده بین مردم؟ از نظر تاریخی، فرهنگی و سیاسی کم در موردش برای ما توضیح بدید. بله، راستش این مسئله خیلی مهمی هستش که واقعا برای منم خیلی تعجب آوره که با این همه، به قول شما که الان گفتین، سرکوب و بزن و بکش و این برنامه ها، چجوری مردم هنوز معتقد هستن به این دین. و این برمیگرده به یک سری، واقعا اگه بخوایم تجزیه تحلیلش بکنیم، به عوامل مختلف، هم فردی، هم فرهنگی، هم بین المللی، هم سیاسی. و نمیشه که اون انگشت سرزنش رو فقط روی یک قشر به خصوصی، مثلا سیاسیون، گذاشت که چرا اونا اجازه دادن که این دین و سرمدار و سردمدارانشون اینها رو بمونن و نهادینه بشن. واقعا وقتی که برمیگردیم از لحاظ شما بین المللی نگاه بکنید، مثلا میبینید که همیشه اسلام رو کشورهای خارجی، سیاست خارجی، به عنوان یک حربه و اسلحه استفاده کرده در مقابل نفوذ و ورود کمونیسم در کشورهای منطقه و جلوگیری از تصرف کردن شوروی، توسط شوروی، این بخش‌های مختلفی که در خاورمیانه هستند و در این مناطق، همیشه اسلام رو پیش آورده و به نفعشون بوده که از اسلام بهره برداری به عنوان یک ابزار استفاده کردن در مقابل این استفاده که ابرقدرت های غرب و شرق کردن. از لحاظ تاریخی وقتی بهش نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا با اینکه در تواریخ ما بوده که 1400 سال پیش چه اتفاقاتی افتاد، ولی چه قطعهای صورت گرفت، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در کلاسهای مدرسه و کتابهای تاریخ این مسئله خیلی باز نمیشه. و چرا بازش نکردن؟ چرا نمیان تاکید بکنن روی قطعهایی که
ائمه کردن، امام ها کردن و این همه ایرانی رو کشتن، چرا اینها درس داده نمیشه؟ و این عوامل تاریخیشو اگه بخواید از لحاظ فرهنگی به قضیه نگاه بکنید، بازم میبینید که واقعا کمکاری شده و کوتاهی شده از طرف نخبگان، از طرف روشنگران، روشنفکرهای جامعه، هنرمندان از قبیل شاعرین، نویسندگان، هنرمندان، موزیسین ها و اینها هم نیامدن واقعا افشاگری بکنن و ذره‌بین رو بگذارن و مردم رو آگاه بکنن و اطلاعات درست رو راجع به اسلام بدن به مردم. و میتونیم بگیم که حالا نمیدونم یه عده‌شون به خاطر این بوده که کمدانی، به خاطر نادانی، یه عده به خاطر ترس، به خاطر واقعا ترس جانشون افشاگری نکنن، و یه عده هم که اصلا از خود بی خود بودن و آمدن و در مدح مثلا این امام، اون پیامبر، در مدح اسلام شعر گفتن و نوشتن. در مورد سیاسی هم که نگاه بکنید به بعضی از خیلی از سلسله های قبلی میبینید که از قبیل زندیه، صفویه، قاجاریه، میبینید که سران خود قدرت هم نیمه مذهبی بودن، کما این که مثلا خانوم هاشون چادر چاقسور به سر میکردن، مقرعه به سر میکردن، خداشون میرفتن به امامزاده و زری مطهر امام و مساجد و دستبوس و پابوسی و اینها. و وقتی اینها رو بهش نگاه میکنیم، واقعا نباید تعجب بکنیم که چرا 1400 سال این دین نهادینه شده و هنوزم ادامه خواهد یافت. اگر که ما حتی از لحاظ فردی هم اون احساس مسئولیت رو نکنیم و به خاطر و به خصوص نخبگانمون نخوان بیان همش به صورت لفافه حرف بزنن، تا کی میخوان بیایم حتی اسم آوردن اسم این دین رو بخوایم به صورت لفافه بیان بکنیم و اسمش رو فقط مذهب بگذاریم و اسمش هم نیاریم؟ چرا مثلا بگیم که آمار نشون میده که مثلا 3/4 مردم ایران اسلامگرا هستن و واقعا نه فقط اینکه اسلام رو قبول داشته باشن، اصلا جهان بینیشون خیلی شدیدن اینطوری مذهبی و خرافه گرایانه و سنت پرست هستش. بله، در واقع یک جور جهل مرکب هستش. بله، دقیقا همینطور هستش. و واقعا ما باید به این دور باطل پایان بدیم و این شهامت رو داشته باشیم که بیایم نام این دین رو بگیم و کاملا افشاگری بکنیم. تا این کار رو نکنیم، وضع مملکتمون واقعا این نظام باز ادامه خواهد داشت. همونطوری که خمینی با فکر اسلام، با این فکر پردازی آمد، اول خود خمینی با این فکر پیروز شد و بعد انقلاب پیروز شد، ما باید درست تیرمون رو بزنیم به هدف درست و جهت مشخصی داشته باشیم و بدونیم که باید همون ضد اسلام حرکت بکنیم تا بتونیم از بنیاد ما فرش رو از زیر پای اینها خالی بکنیم که خاک رو سرشون خراب بشه. و تعارف هم نداریم باید با شهامت نخبگان روشنفکران ما بیان این افشاگری رو بکنن. بله، استاد شما در این مورد چی فکر میکنید؟ نظرتون موافقه با نظر شیفته عزیز؟ 100%. شیفته یکی از بهترین تحلیل هاشو چه به لحاظ بین المللی، چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ فرهنگی و سیاسی داد. یعنی اینکه مقابله بین المللی در چارچوب حمایت از اسلام در مقابل کمونیسم و سوسیالیسم، از یک طرف خدمت شما ارشد به لحاظ تاریخی مشخص کرد که هیچ کدوم از سلسله های قبل از خمینی به هیچ وجه من وجود توی جامعه به روشنگری تاریخی اسلامی نپرداختن. حسین حمله کرده به ایران، علی به دستور محمد حمله کرده به ایران، کشتارها کردن، تمام طبرستان و شهرهای ایران رو به خاک و خون کشیدن، در هیچ کدوم از کتابهای مدرسه اینها نیست. و دقیقاً تیز کرده روی بهترین نکاتی که بایستی گفته بشه به لحاظ خدمت مثلا فرهنگی. دقیقاً الان شما خودت مینای عزیز 1250 صفحه غزل سکولار رو مقدمه نوشتید. شیفته حرف قشنگی زد، من تکمیلش میکنم. شما
فرش رو از زیر پای شعرای اسلامی، اما از حافظ، سعدی، مولانا، شعرای عرفانی بکشید، سقف امام رضا میریزه پایین، سقف معصومه قم میریزه پایین. اساساً آن کسی که در به لحاظ فرهنگی اسلام رو نهادینه کرده تو ایران، شعرایی هستن که اسلامگرا بودن و اسلام رو به لحاظ به اصطلاح اجتماعی تفسیر کردن و مردم وقتی کتاب و قرآن رو برداشتن نتونستن بخوننش، نتونستن بفهمنش، ولی رفتن مثلا فردن شعر حافظ رو خوندن، خیال کردن که اینها قرآنه. در درون این شعرها اساسا هیچ گونه عشق وجود نداره، فقط متن اسلام، سکولاریسم نیست توش، به زن توجه نمیکنه، ضد زن، هوادار پدوفیل و هوادار خدمت شما ارشد شاهد بازی و قلمان بازی قرآنی و پسران کوچک در خدمت مردان خدمت شما ارشد شاهد باز و عرفان باز. توی این چهارچوب بهترین کار همینطور که شیفته عزیز گفت زوم کردن روی این مسائل و رفتن به سراغ این که از ریشه باید اسلام رو زد و فرش رو از زیر پای اسلامیون کشید تا سقف اینها بریزه پایین. البته نمیدونم وقت داریم که الان ادامه بدیم، چون میخواستم من فقط یه نکته بگم که نبی جان، ما انسان ها خب طبیعتا احتیاج داریم به معنویات و به اخلاق و به تجلی کردن شخصیتمون، روانمون، ولی مسئله سر اینجاست که این سردمداران حکومتی میان و از اون سطح پایین رشد فکری اقشار پایین تر استفاده میکنن و اونها رو سعی میکنن که با یک نمودهای آشنا بکنن که درش یک بار معنوی وجود داره، ولی در واقع به خاطر حفظ موقعیت خودشون هست که این کار رو میکنن و یک حالت اون اقشار رو در یک حالت جهل و خلصه فهمی میبرن که اینها نه یه حالت رضایت ربانی درشون ایجاد بشه، رضایت معنوی، و این ارضای معنوی باعث میشه که اینها نخوان که نتونن اون فقری که سالار شده در جامعه رو بخوان اونو حسش بکنن و ادامه حیات پیدا بکنن و واقعیت ها رو طور دیگه ببینن، واقعیت ها رو اونطوری نبینن که علتهاش این بوده که اون دولت حاکم اون شرایط رو ایجاد کرده، این تحمیل کرده، بلکه واقعیت ها رو طور دیگه ببینن و نرن از طریق چالش های اجتماعی و مبارزات اجتماعی اون خواسته های بدیهی خودشون رو بگیرن و اینها رو کرخت میکنن. بله ممنونم. زمان موزیه نیست، با اجزه خودتون مینه عزیز بریم ترانه اتحاد رو گوش بکنیم، بازگردیم. بله، آهنگسازیش آقای حسن شمایی زاده. بفرمید. بخونی
همیشه فریاد اتحاد است، اندیشه سیاسی از هر گروه آزاد است، راه قدرت پرستان بنیادش بر فساد است، در شهر پاک دینان بازار آن کساد است، فریاد ما عیان است، آزادی زنان است، در هر نژاد و دینی آزادی بیان است، برخیز ای هم آواز، آواز خود کن آغاز، هم بستگی در این راه بر پیر و بر جوان است. امروز پر از انتخاب یاران، برآری فریاد، ایران ایرانی آزاد، ایران ایرانی آباد، این از صدای مردم از کیش گرفته تابم، دوری این دولت، دولت با رأی مردم. ممنونم. شفته جان، یک سوال دیگه که دارم این هستش، با توجه که به زمان برنامه خیلی کم مونده، ما می‌بینیم که موسیقی در داخل کشور ما قدمت خیلی طولانی داره، حتی پزشکان برای درمان بیماران خودشون از موسیقی استفاده می‌کردن و این در حالی هستش که در داخل کشور ما خانم‌ها و زنان اجازه خوندن ندارن. شما چه پیامی به جوامع بین‌المللی و به زنان داخل کشور ما دارید؟ بله، واقعا باعث تأسفه که موسیقی که واقعا از طریق اون یک ابزاری هستش که روی عواطف و احساسات مردم خیلی سریع‌تر میشه تأثیر گذاشت، اینها باهاش مخالفن. در مورد خانوم‌ها که 50% جمعیت رو تشکیل میدن، محروم هستن از خوندن و حتی آقایون هم در رشته یک زمینه‌های خاصی باید برن زیرزمینی این کار رو انجام بدن و واقعا میگم که باعث تأسف، به خاطر اینکه به وسیله موزیک خیلی کارهای متحول گرایانه میشه انجام داد، از طریق پیامی که میفرسته، شعر و ترانه، حتی میشه یک انقلاب به پا کرد، ولی خب اینها ترس دارن، وحشت دارن حتی از این ابزار موسیقی که توسط خانوم ها اجرا بشه و ولی امیدوارم که خانوم ها در اون پستوی خانه همچنان به تمرین خوندن ادامه بدن و این باعث نشه که واقعا این کارو کنار بگذارم. بله ممنونم. دقیقا یکی از چیزی تکمیله در تکمیل صحبت شیفته جون بگم این هست که چون اسلام به لحاظ بنیادی و جوهری اساسا مخالف شادی، مخالف نشاط، مخالف زندگی کردن هست و همیشه توی مرگ و میر و زدن و کشتن و قتل و خونریزی همراه هست، نمیتونه همگام با موسیقی و آواز و صدای خوش و زیبایی و اینها پا بیاد. بایستی این رو سرکوبش بکنه. زنان ایران با جوهرهایی که نشون دادن و امروز مجبور رژیم براشون توی ایران لشکر بکشه توی شهرها، برای رنگ موشون، برای رنگ لباسشون، برای فرم‌های ادبی فرهنگی که توی جامعه میارن، با رنگ‌ها و فرم‌هایی که توی جامعه ظاهر میشن، مجبور اینها رو سرکوب بکنه که بتونه سر قدرت باسته. هر گونه حرکت فرهنگی در جهت خدمت شما رسیدن به آزادی‌های فرهنگی نیست مساوی با انقلاب. امروز این انقلاب بر روی دوش زنان ایران هست. تشکر می‌کنم شیفته جون، بسیار زیبا تحلیل مسائل این رو میپرد. ممنونم استاد و شیفته عزیز. ترانه بعدی رو با هم گوش میکنه به نام حقوق بشر از شیفته و آقای مرتضی برجسته.
صلح و سازش و صفا ندیده ای از پی هزارها نبرها قبر من پای به آرمان اهورمزدا رسیده ای چهره تاریخ تو در از سفیز تو چشمه مهراب من مشک از سفیز تو دامن زمین پر از داغ لاله های عشق این چه عقل من بنا شفته از سفیز تو شبم آن که روز نباشد نیاز برای بقای از تو خونی بریزی نفسیز زندان نبخشد ز اعدام ندیگر عدوی چه از رو گریزی Holland and Belgium. اگر من سپیدم سیاهی تو گر اگر رنگ روز و یا آن که زر اگر من زنم هم ترازی تو مرد اگر کودک فقر و فرزند زر همه از تبار زمین جنس خاک همه عضو یک بیکر از یک گوهر نماند دگر عضوها را قرار جز بی به در آمدم قهر در آزادی قلم آزادی زبان آزادی سخن آزادی مرا بحر کسب آزادی صلح و سازش آبادی محکوم باید گردد زندان شکنجه اعدام مسلمان و هندو و زن فشت شین بهایی و بود و مسیحی و امرو و در هر مرام هر اندیش راز نجات و تشکر میکنم از این ترانه بسیار زیبای شیفته عزیز و مرتضی برجسته عزیزمون. مرتضی چند روز پیش با هم دیگه صحبت کردیم، دعوتش کردم که در این برنامه نیز شرکت بکنه. مرتضی هم یکی از افراد هنرمندانی است که همیشه در کنار ما و در کنار برنامه های هنری و فرهنگی ما بوده. خیر مقدم میگم به مرتضی نیز در آینده در این برنامه. سوال دیگری شما دارید مینا عزیز؟ شعر و آهنگ این دیگه ترانه از خانم پروین بابا هستش که از قلم نخواستم بگذارم که خانم پروین بابا هم شاعر و ممنونم. شیفت جان، ما توجه به این که چند دقیقه دو سه دقیقه به زمان پایان برنامه مونده، سوالم این هست که چه پیامی دارید برای مردم که در انتخابات شرکت بکنن نکنن؟ پیامتون رو برای مردم بگید. بله، با توجه به دو دقیقه مونده. راستش در کشوری که یک شهروند هیچ نوع حق انتخاب نداره، هیچ نوع آزادی وجود نداره، حالا من نمیدونم چطور شده که رژیم راجب حق رأی اونها در انتخابات اینقدر نگرانه و تبلیغ میکنه که بیان پای صندوقهای رأی. پیام من خیلی مشخصه. 8 سال پیش مردم آمدن و گفتن رأی من کو؟ و جوابشون گلوله بود. تازه اونا هم یه سری اصلاح طلبها بودن. بنابراین اگر که ما برای شرافت خودمون ارزش قائل هستیم، به این به پای صندوق‌های رأی نخواهیم رفت، چون رأی دادن برای این رژیم در واقع دو تا رأی هست هر شهروندی که رأی میده. یکی این که ما تایید کردیم این کل نظام رو و نظامی که این انتخابات رو راه انداخته، و رأی دوم به اون کاندیدا هستش که برای انتخابات کاندید شده. بنابراین من خیلی مشخصه مردم با انزوای خودشون و نرفتن پای صندوقای رأی این پیام رو به دنیا و به جامعه بین‌المللی میرسونن که ما اینها رو قبول نداریم و خودشون این انزوای پیام دهنده خیلی قوی خواهد بود که مشروعیت نداره این نظام. ممنونم شیفته عزیز، خیلی هم تشکر میکنم از بینندگان محترم که تا این موقع همراه ما بودن. هفته ای آینده ما یک مهمون عزیز دیگه هم داریم، حتما برنامه ما رو تماشا کنید. من خدافظی میکنم و میکروفون در اختیار استاد اخگر و شیفته عزیز قرار میدم برای خدافظی. بدرود. تشکر میکنم. من در ادامه صحبت های شیفته عزیزمون مردم ایران رو دعوت میکنم که رژیم رو بایکوت بکنن و تحریم بکنن و پای میزهای انتخاباتی نرن، به این خاطر که
اینها انتخابات نیست، انتصابات و مشروعیت دادن به ولی فقیه جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه شیفته عزیز و امیدوارم که باز هم شما رو در این برنامه ها داشته باشیم. میکروفون در اختیار شما برای خداحافظی با همیهنانمون در سراسر جهان. خیلی خیلی تشکر میکنم از شما نوید، جناب نوید اختر بسیار گرامی و نازنین، تشکر میکنم از خانم مینا ابراهیمی بسیار گرامی و همچنین از آقای سعید بهبهانی که تصویرشون رو من نمیبینم ولی در پشت دوربین ها فعال هستن و به درود میفرستم به همه هممیهنان عزیزم در سرتاسر دنیا و براشون آرزوی موفقیت، پیروزی و آزادی میهنمون رو دارم. تشکر میکنم و میشنویم اینجا یکی دیگه از ترانه های شیفته عزیز رو با صدای ستار شمایزاده و شیفته عزیز و بدرود میگیم به مردم ایران در سراسر جهان برای یک هفته پر از شادی و نشاط و پیروزی. بدرود. شهرم میدون کار زاره، از آسمون گلوله از سین خون میباره، نسل جوان خاموش با یک حضور خود جوش، پرچم آزادی ما رو گرفته بردوش، پرچم سرخ بانیان قدرت افتاده دست پرتوان ملت، بقا شده تو شهر ما قیامت، درود بر این مردم با شهامت، درود بر این مردم با شهامت، صدای ما صدای اعتراض، فریاد ملتی حماسه ساز، تبلور فریاد خشم مردم، فردای ایران ما رو می‌سازه، فریاد ایران ما رو می‌سازه. در شهری که نمیشه با بشه لب بخنده، دیوار ترس و وحشت از هر طرف بلنده، ببین مرد خدا رو ظالم دل سیارو، در شهر بی ترحم خونین تنه نداره، خونین تنه نداره، فریاد خشم مردم به آسمان رسیده، از خون ریخته بر خاک لاله ساخت میده، عزت ملتی را پنهانی سر بریدن، سینه عاشقان را نو مردمان دریدن، پرچم سرخ بانیان قدرت افتاده دست پرتوان ملت، بقا شده تو شهر ما قیامت، درود بر این مردم با شهامت، درود بر این مردم با شهامت، صدای ما صدای اعتراض، فریاد ملتی حماسه ساز، حمل بره فریاد خشم مردم، فردای ایران ما رو می‌سازه، فردای ایران